روزنامه‌نگار و نویسنده در سال 1898 میلادی در شهر کابل چشم به جهان گشود. او پسر میرزا میر محمود خان بود. تحصیلاتش خصوصی و مطالعاتش بیشتر در رشته‌های تاریخ، ادبیات، فلسفه و اجتماعیات متمرکز بود. غبار مدیر مسئول جریده ستاره افغان، حزب ملی وطن و روزنامه وطن بود. ایام جوانی غبار همزمان با تحولات گسترده اجتماعی در افغانستان و شکست بریتانیا در آن کشور همراه بود که بر ذهن و مفکوره او تاثیر گذاشت. غبار در دوران امانیه در برخی از پست‌های حکومتی ایفای وظیفه کرد و در زمان حکومت نادرشاه از سرکتابت وزارت مختاری در برلین استعفا کرد و به افغانستان برگشت تا در مبارزه بر ضد استبداد نادرشاه مستقیما دخیل گردد. او نماینده انتخابی شهریان کابل در دوره هفتم شورای ملی بود و بعدا محبوس گردید. غبار برای 20 سال تحت فشار خانواده حکمران مجبور به پیشبرد فعالیت‌های سیاسی از منزل شد و در این زمان کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را نوشت. در حالی که از هر جانب بر نشر مقالات و نوشته‌های او از طرف حکومت ممانعت به عمل می‌آمد، میر غلام محمد غبار در سال 1878 فقط چند ماه قبل از سقوط حکومت داوود خان توسط رژیم کمونیست در شبابانه در برلین چشم از جهان فرو بست و در شهدای سالمین دفن گردید. شما ویدیو را دیدین و دانستین که در مورد کی بود. کمیته رومی آوارد در قسمت بهترین یا موفق ترین ژورنالیست یا ژورنالیستی که به موفقیت جاودان نائل آمده آوارد میده. این سلسله را هر سال دوام خواهد داد و برنده امسال فقید مرحوم غلام محمد غبار است. از دکتر دنیا غبار خواهش میکنیم که روی استیج تشریف بیاره. سلام و احترام بسیار صمیمانه به مؤسس مبتکر و همکاران با وجدان و شریف جایزه شگفت‌انگیز رومی و به تمام هنرمندان محبوب و همه دوستان همفکر. در حالی که من با خاطرات بسیار رقیق و قدردانی عمیق افتخار پذیرفتن این اوارد که راستی با مفهوم است از طرف پدرم مرحوم میر غلام محمد غبار دارم، من میتوانم واضحاً او را مجسم کنم در اینجا با لحن آرام و ثابتش میگوید این جایزه به مردم رنجیده، به ملت رنجیده افغانستان و به نسل روشنفکر تعلق دارد که تاریخ وحشت، خشونت و استبداد و استعمار را همراه با سیاست دشمنانه و تفریق اندازیشان از ریشه تغییر خواهند داد. به کسانی که
پیشرو راه انسانیت واقعیان و بر اساس تفکر دانش و فلسفه هوشیارانه رومی بلخی نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا کامیاب باشید و خداوند نگهدار شما تشکر یواردم و پدر بزرگ بزرگوار شما خادم مردم افغانستان میر غلام محمد غبار که نه تنها یک نویسنده یک ژورنالیست برازنده افغانستان بود بلکه یک مبارز بسیار بزرگ اتفاق بود که زندگی خود و زندگی فامیل خود وقت مردم افغانستان کرد تا مردم افغانستان بخشی مردمی زندگی غبار در طول زندگی خود بسیار زحمت ها دید من نزدیک شرف صحبت شما داشتیم انسان وطن دوست افغانستان دوست و خدا دوست بود خدا هم قدیق رحمت کنی شدن من به نام کمیته جامعه هواد و خصوصا از دوست بسیار صمیمی خود کمی آر دو هم دوست شدیم انسان شریف عبدالله جان ناصر سایمان اگر چی ور رو باید اونا تقسیم میکنن برشان میدونم قسمی که تقسیم بود یک اونا با من واقعزاد شدن از سایم قلب تشکر میکنم و به شما این نفرم خبر بزرگ بزرگ محترم اگر شب سار وقتی شده کل خسته سن اما از ما که خسته تر نیستن از شما زیرا که من عمر من بسیار زیاد از شما جوان است خب میتونه لیکن امروز به من فرصت پیدا شد که به امروز شما صحبت کنم و درباره شخصیت والای غبارها باید گپ بزنیم که چطور افغانستان اینا در وقت زمانش با مشکلات فوق العاده اینا مجادله کردن برای که نسلهای بعدی زندگی بهتر داشته باشه اینا که موفق شدن یا نشدن این جبر تاریخ این قضاوت تاریخ رو دباره شد لیکن امروز اجازه بدن به ایسی خدمتگار معارف افغانستان ای جانب پیامی که غبار بزرگ برای نسل جوان ما داشت امروز ما بر بازگو به نسل جوان کابل بکنن که امید از مجرای تلویزیون یک امید قبل ایشان برسد و شما جوانان کابل افغانستان مزار، هیرات، قندار، جلال‌آباد، خوست، هر جایی که هستید متفق باشید که چند ماه آینده با سرنوشت افغانستان یک مجرای دیگه خود گرفت. اما در پدرها و نیاکان شما این مملکت چندین بار از دان اجدار انگلیس نجات داد. اما در دیروز روسیه را شکست داد. شما اولادی از امو خاک هستین شما جوانای افغانستان هم میگم شما اولاد از امو خاک هستین میتونین که از دموکراسی موجودی افغانستان از مداخلات اجنبی که امروز در افغانستان در هر طرف جریان داره ممانعت کنین با افواهات پوچ و که تفرق انگیزی میکنه به اونا توجه نکنین اتحاد کنین امروز سبا انتخابات افغانستان جاری میشه نگذارین که باز اونمو اشخاصی که همیشه در 12 سال 10 سال کامل خون گوشت افغانستان خوردن باز اون دفعه انتخابات موفق شدن شما باید گروپ نو یا گروپ وطن دوست گروپی که افغانستان بتونه جا کنه شما جوانای افغانستان میتونید امید افغانستان شما جوان هستید افغانستان به دست شماست پردا سواد تاریخ سر شما قضاوت میکنن نگذارین که باز به نام قوم به نام قبیله و به نام مذهب در بین شما دواندوزی کنن و فضلت به دست خود به دست شد باشه شما به نام مردم افغانستان اگر هزار هستین اگر تاجک هستین اگر ازبک هستین اگر پشتون هستین
اگر هر چیز هستید یک متحد باشین ملت افغانستان باشین و برای نسل خود و برای آینده افغانستان کار کنید. اینی پیام غبار است، این پیام سرور جویا است، این پیام براتلی خان شهید است، این پیام تمام مجاهدین مشروطه اول دوم سوم است. خدا حافظ. شما تشکر.